سلام برای یوتیوب سویل اقتصادی هستم امروز بعد دوباره با دکتر سنا میخوام راجع به دودول کثیف و تمیز صحبت کنیم دودول کثیف و تمیز داستانش چیه این مریضی های جنسی و من میخوام یه خور میخوای بهشون صحبت بکنیم شما فکر کنم مثلا این اطلاعات خیلی رایج نیست و کسی روش حرف نمیزن و خجالت و از این حرفا خب بیا الان حرف بزنیم بعد مثلا من میخوام بدونم تو چقدر راجبش میدونی چی رایجه چی کمه بعد مثلا من همیشه مثلا یکی که, که باید اگه مثلا یکی هرپیز داشته باشه بعد تو باید چجوری میگیری فقط پوست به پوست بشه میگیری یا تو هم باید پوست زخم باشه که بتونه وارد بشه یه سری سوال اینجوری چیزهایی که مثلا من میشنوه این میخوام راجع به در واقع مریضی های جنسی صحبت بکنیم نه مغزی بدنی عالیه <applause> به نظر من یکی از به ترین چیزاییه که روش دست گذاشتی خیلی دوست دارم این چیزی که قراره در موردش صحبت کنیم دمت گرم بابت موضوع سمی که انتخاب کردی اینقدر تو انرژی داری واقعا کاش بات، بات، چی بودم با چی بودی منم یه از این عروسکا بودم میکردم تو باتری باتری میکردم دستایی دادم خب من این سلام بکنم به برو بکست فکر ببین از چیه که تو جفت اکانت ها ما اپلود کنیم یعنی همزمان با هم دیگه آره من با همه کار میکنم خوب. خیلی کار میکنه عالیه اوکی من تا حالا اینجا همچین کاری نکردم آره من این این نشستم قایتا. فکر کردم گفتم ببین کانال تلویزیون نیست که مثلا کانال دو سه با هم پخش کنن خب سه بیلیون آدم نشستن یوتیوب تصمیم می‌گیره به 10 هزار تا نشون بده بعد ده هزار با ده من فرق داره مثلا این به ده, ده تو مال نشون میده و ده من مار نشون میده هر که تو مال تو حال کرد ما منم میاد من, من, می من استایلی که خف کنم مردم بگم دوش رو میخوای برو اونور ببینه دوست ندارم میگه تو اینجایی دیگه هستی دیگه اینم دکتر سنا آدم خفنیه برو دنبالش کن بعد واسه من گفت دوست دارم یه جا آپلود بشه با هم هر بچه‌ای که الان مثلا تو دکتر سنا دارن ویدیو نگاه میکنن اگه حال کردن خوشحال میشم بیان منم ببینم برنامه هم چطوریه دوست داشتن فالو کنن و برعکس اگه کسی تو مال من نگاه میکنه میتونه به دکتر سلام نگاه کنه م... کانسپتش چیه دوست داره فالو کنه یا حتی دوست نداره چه تا ویدیو نگاه کنه ضرر نداره به قول معروف اینجوری تزه تو خیلی دوست دارم پس منم یه سلام بکنم به هم بچه های خودم همه بچه های تو دیگه دقیقاً یو 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 سلام سلاتین دکتر سنا هستم خیلی خوش اومدیم به کانال سوهیل و به کانال من و خیلی ممنون از سوهیل به خاطر اینکه منو دعوت کرد عاشقتم سوهیل واقعا ممنونم تو, تو سوهیل اولین آدمی بودی که یکم میدونی به کانال من پروبال دادی خودمونیم من همیشه قدر تو رو میدونم و همیشه ممنون عشق تو هستم عشقی سلطان حالا بگو به همون چیزی یاد بده برای بچه ها که بفهمیم آقا مثلا چه جوری اولا از دهن چه مریضیایی میشه گرفت از لب و دهن فقط هرپیز اول از همه چقدر بحث جالبی چون من خیلی وقت دارم به این دارم به این مسئله فکر میکنم سویل خیلی جالب میشه سویل میدونی مشکل اینه که این مریضی جنسی خب یعنی این استیدی ها که بهش میگن سیکچوال ترانسمیت دیزیز یا بیماری های منتقل از راه جنسی حالا مثل HPV مثل اچ مثل هپاتیت مثل اچ تی حالا نمیدونم شنیدی یا نه به اچ تی میگن ایدز خراسان خب که توی منطقه‌ای که من, مثلا کار میکنم شهر سبزوار خب ما htlv تی رو هم برای مریض آزمایششون میخوایم چون ایدز که بومی منطقه خراسانه خلاصه این بیماری ها من فکر میکنم بیشتر از این که آدم استرس اینو داشته باشه که مریض شده استرس اینو داره که محدود شده یعنی طرف میگه من زگیل تناسلی زدم دیگه نمیتونم رابطه جنسی بذارم متوجه از این محدودیت میترسه نه از خود زگیله یا م. کسی که اچ داره از این میترسه که دیگه من اچ گرفتم دیگه نمیتونم رابطه برقرار کنم در حالی که الان مثلا از مردنه نمیترسه چرا چون الان توی این دنیای مدرن انقدر دارو برای اچ زیاد شده که واقعا اچ شده به نظر من یک بیماری قابل کنترل حتی الان میگم ممکنه زنه اچ داشته باشه مرده اچ داشته باشه بچه ای که به دنیا میاد اچ نداشته باشه اوکی okay. و به نظر من خیلی خوبه مثلا یه اپلیکیشن یکی طراحی کنه مخصوص اینجور جور یعنی یه اپلیکیشن دوستیابی مخصوص آدمایی که این بیماری رو دارن فرض کن سویل مثلا طرف اچ داره دیگه جوشه اینو نمیزنه که وای چقدر من بده که محدود شدم میره توی اپلیکیشن اسمش رو ثبت نام میکنه حالا اون مثلا اگه قرار باشه بی مدارک مدارکی که این بیماری رو داره توی اون اپلیکیشن بارگذاری میکنه و اپلیکیشن بهش اجازه میده که این آدم که مثلا به عنوان یک بیمار اچ وارد این اپلیکیشن شده با جن با کسایی که جنس مخالفشن و این بیماری رو دارن ارتباط برقرار کنه و باشون دوست شه چقدر طرف فکرش آزاد میشه به کمک یه اپلیکیشن یا کسی که اچ داره خب اچ پی وی زگیل تناسلی یه چیزیه که الان خیلی زیاده واقعا زیاده و به نظر منم نمیشه جلوش رو گرفت به نظر تو میشه جلوی اچ رو گرفت من راستش رو بخوای فکر نمی کنم. چون ما جلوی کرونا رو بعد دو هفته میشیم خونه جغ میزنیم نتونستیم حالا بگی بشین نشین خونه جغم نزن دیگه اصلا چی میشه یعنی یعنی گفتی <applause> میدی چی میگم نه من که نمی... فکر نمی‌کنم جوشو بتونیم بگیم مرضی که میاد میاد ولی زیگیل تناسلی همون هرپیز میشه اگه اشتباه نگم یکی هست حسن... نه 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 میشه ویروس پاپیلومای انسانی هرپس فرق داره او هرپس چیه هرپس یه بیماری دیگه ای که یه بیماری جنسی دیگه ای. بعد چیه تبخال میتونه زگیل تناسلی باشه خب که مثلا آقا تو ممکنه نوک انگشت یه تبخالی به وجود بیاد که این تبخال زگیل تناسلی باشه ولی توی انگار این تبخال زگیل ولی تو ناحیه دست به وجود اومده متوجه اکثر آدم ها رو دور دهنشون دارن اونا آدمایی هستن که رابطه اورال دارن نه نه اون تپخالی که دور دهن آدم در میاد اصلا با HPV فرق میکنه او اون اون چیز جنسی نیست تپخال. نه 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 ولی واگیردار هست هم ممکن هم از جنسی باشه ممکن از جنسی باشه ولی خیلی بعیده آها آها فهمیدم پس من مامانم هی مسخره میکردم میگفتم که جوان بودی چیز میکردی اشتباه کردن چون آره مامان تو مسخره میکردی که همچین کاری کردی <تصفح> البته میدونی کلا بازم میگم من اونقدی اطلاعاتم کامل نیست در موردش جستجو کردم ولی نه یعنی ممکنه جایی هم اشتباه بگم اگه جایی هم اشتباه میگم تو کامنت ها بچه ها اصلاح کنن اصلا من توی این خصوص خودم رو رفرنس نمیدونم متوجهی ولی تا جایی که میدونم اینجوری نیست یکی مثلا آقا دور دهنش زگیل داشته باشه تو دست بزنی اچ پی بگیری چجوری میگیریش؟ HPV راه جنسی. جنسی یعنی باید بکنی توش حالا یا رابطه اورال یا نه اصلاً هم لازم نیست حتی با مالش پوست هم میتونه اتفاق بیفته بعد بعد باید زخ باشی کسی که قرار بگیره یا یعنی که نه پوست بستن میتونه مریضی بگیره نه نه پوست بسته هم میتونه بگیره حتی با مالش یعنی آقا مثلا بخوایم خیلی خودمونی صحبت کنیم تو مثلا یک با یک رابطه میذاری که این خانومه حتی ممکنه باک ویرجین باشه خب و تو اصلا دخول نداشته باشی ولی چون این خانومه مثلا یه زگیل نهفته ای داره خیلی جالبه اول از همه بذار بهت بگم ویروس های HPV خب هلوش 100 تا ساب تایپ دارن خب ویروس او. HPV یا ها های هیومن پاپیلوما ها ویروس 100 تا ساب تایپ داره شاید هم بیشتر که حالا من دقیقا عدداش رو یادم نمیاد ولی مهم اینه اون گونه هایی که سرطان زا هستن سوهیل اونا زگیل نمیدن یعنی یک چیزی هست کسی که زگیل داره روی مثلا آلت خیالش پرسولی... راحته که سرطانشو نداره آفرین میتونه خیالش از این بابت راحت باشه که من احتمال چون میدونی الان یکی از شایع ترین سرطان ها توی ایران یا شاید هم توی جهان سرطان دهانه رحم باشه خب اوه. که شایع ترین علت سرطان دهانه رحم ویروس HPV و خیلی جالبه اینایی که ویروس HPV دارن و سرطان دهانه رحم به دنبالش میگیرن زگیل ندارن اوه. میره مثلا آزمایش های روتینشو رو انجام میده معاینای روتینشو روتینش پیش یه پزشک زنان انجام میده یه پاپ اسمیر ازش میگیرن میدونی پاپ اسمیر چیه؟ نه اون چیزی میکنن تو میکشن بیرون آفرین <applause> یه چیزی میکنن داخل حالا دو مدل دارن پاپس میر گرفتن یه چیزی میکنن داخل واژن بعد میارن میفرستن نمونهشو رو برای پاتولوژیست پاتولوژیست اونو نگاه میکنه و, مم... و کسایی که زگیل ندارن نشون میده سرطان دارن آفرین ممکنه HPV داشته باشن و سرطان دهانه رحم بگیرن یعنی کسی که زیگیل داره درست ظاهرش خیلی زشته اعتماد به نفسش رو کم میکنه نمیتونه رابطه جنسی برقرار کنه سر ظاهرش ولی میتونه از یه جهت خیالش راحت باشه که سرطان نداره سرطان ناشی از اچ پی چه جالب حالا یه سوال اون واژن که میگی حتی جوش میزنه تیکای جوشه این میتونه شبیه جوش باشه میتونه زایاد مثل کلم بزرگ باشه یعنی اندازه یک بند انگوش باشه شاید هم بیشتر بعد یه دونه از هر... یا پخشه یا جفتش میتونه هست میتونه یه دونه باشه میتونه پخش باشه اکثرا کدومه؟ اکثرشو نمیدونم آه یه مثلا اوکی فهمیدم نمیدونیم و خیلی دوستان بدونم ولی با چون من تا رو, رو ندیدم بزر... من تا رو یک نفر ندیدم داشته باشه. نه پسرم میگیره نه من همین چند وقت پیش پسری اومده بود بیمارستان گفتش دکتر اچ پی وی دارم چیکار کنم و اینا حالا میگن یه سری درمان ها مثل کرایوتراپی و از این جور چیزا اونا رو میسوزونن و اینا یا داروهایی ممکنه ولی خب بعید میدونم اونقدی درمان بشه نیست HPV پی یا حالتی داره ممکنه فروکش کنه زایات از بین بره ولی دوباره زایات ایجاد بشه بعد میدونی ب... بعضی لاشیبازی بعد سویل طرف مثلا HPV داره بعد میره رابطه میذاره این بده آره این خیلی خیلی دیگه تایی آدم بی خود باشی یعنی هستن میفهمم که هستن زیاد ولی دیگه خیلی نامردی ولی از یه طرف منم بودم امکانش بکنم دیگه چون میگم آقا خب زده بالا دیگه الان موقعت دیدم که نمیشه بذار بریم دیگه حالا کاندوم میذارم امیدوارم نگیری یه چیزی حالا یه سوال مگه اچ پی داشته باشم مثلا اگه سر دودولم باشه یا تی دودولم باشه کاندوم میکشم فرق میکنه اصلا کاندوم توی جلوگیری از اچ پی نقشی نداره ای بابا توی جلوگیری از اچ آی و هپاتیت نقش داره چون نگاه کن تماس پوستی توی اچ پی مهمه تو کاندوم کل آلت رو نمی پوشونه. اون انتهای آلت خالیه یا ارزم به اون پوست بالای آلت اونجایی که متوجه میشی کجا رو میگم اینجا اگه آلت باشه این پوست اینجا اینجا خالیه و وقتی تو تماس پوستی برقرار میکنی بازم میگیره یا اصلا تماس پوستی چیه تو مثلا ممکنه یک زگیل داریم که روی تارهای صوتی ایجاد میشه چرا چون مثلا طرف رابطه اورال میذاره یعنی مثلا میره واژن دختره رو میخوره خب اون HPV از واژن دختره منتقل میشه به داخل دهنش بعد سرطان حنجره یا سرطان گلو میگیره چقدر قوی آره بعد میدونی HPV هم یه چیزیه که حالت سیستمیک اصلا خیلی جالب بود من راجع به HPV یه کلیپ یه ساعته ای دیدم خیلی طرف خوب صحبت میکرد میگفتش که آقا شما اگه یک خانوم یا آقای خیلی طرف میدونی اوکی بود با HPV طرف نمیدونم متخصص ویروس شناسی بود تو چه دانشگاه ایرانی هم بود بعد یعنی طرف رفرنس بود برای خودش در این خصوص یه آدمی نبود مهم. که بیاد همینجوری حرف بزنه بعد میگفتش خانم مثلا 22 ساله یا آقای 25 ساله که ممکنه دنبال واکسن HPV باشی شما احتمال 99 درصد تا الان توی زندگیت HPV رو گرفتی اینقدر میگفت HPV زیاده فقط بدن تو میاد جلوی اون HPV دفاع میکنه از خودش مثل هر ویروس دیگه ای ویروس وارد میشه بدن تو از خودش دفاع میکنه این ویروس رو پس میزنه این ویروس از بدن تو خارج میشه برای همین احتمال خیلی زیاد تو HPV رو گرفتی و توی بدنت آنتیبادی بالاست متوجه دیگه نیاز نیست بری واکسن بزنی واکسن رو باید کسی بزنه که توی سن مثلا 9 تا 14 ساله وگرنه یه کسی چون واکسن HPV خیلی کمه سویل تو دنیا نه تو ایران تو کل دنیا واکسن HPV کمه و ما مثلا یه خانم 20 ساله یا آقای 20 ساله نباید بذاره که مثلا میدونی خودخواهیه که بیاد واکسن HPV رو بذاره بزنه و این باعث بشه که یه دختر 10 ساله که هنوز میخواد اون میدونی اون شروع بلوغش اتفاق بیفته اون بلوغ جنسی توش اتفاق بیفته واکسن HPV به اون آدم نرسه چرا چون یه دختر 20 ساله احتمال خیلی زیاد تا الان واکسن اچ احتمال گرفته خیلی زیاد الان ویروس اچ رو گرفته حالا یا میتونه از رابطه جنسی باشه میگن ممکنه از دستشویی مشترک مثلا تو دستشویی بین راهی یکی بره دستشویی تو دستشویی مشترک بگیره و ایناها ولی مهمترین راه انتقالش تماس جنسیه آه چی جالب چقدر جالب آره یه که تو آمریکا خوبه تو تمام توالتشون یه تیکه دستمال یعنی یه دونه چیز هستش میکشی بیرون مثل دستمان توالته ولی دقیقا وسایش سوراخ داره بعد اونو میندازی روی صندلی میشی روی اون بعد اون چیزی هم که توش پاره میکنی میندازی پایین میفته تو آب وقتی سیفون میزنی میکشتش میبرتش ولی تو کانادا اینو نداره خیلی متاسفانه این خیلی ناراحت کننده است بعد حالا یه داستان سر تعریف کنم بخندیم من تو سن مثلا 21 22 بودم تازه مثلا راجع همین این چیزو اچ پی وی و نمیدونم ایدز و این چیزا آشنا شده بودیم بعد فهمیدیم که خیلی مثلا جدیه زنگ بزنیم هفت هشت پسر بودیم یه همچین جایی یه چیزی شنیدیم و فهمیدیم بعد یو همه برگشتن که خب پس صد دست از سوهل ایدز داره بعد گفتیم که مثلا هر خندی و همه شوخی میکنیم همه میگن که سوهل 100 درصد ایدز داره چون مثلا سوهل خیلی مثلا هر روز با یه دختر و فلان و بسا من یه بار خواهرم زنده بود ایران بود که میگفت نگران سوهل هم به بابا ما هر شب یه دختر میاره خونه من نگرانم مثلا مریضی پریزی بگیره خلاصه رفتیم و رفتیم بعد گفتیم, بعد گفتیم که بچه ها میریم یه روزم قرار مثلا دکتر بعد دوستامون اونجا خونمون که بریم بعد یکی از دوستام خیلی دوست داشتم دادن پوریا میگفتش که خانم اقتصادی من سهیل رو میبرم ولی احتمال زیاد برش نمیگردونم خب تو <applause> من بین دنبالش بعد دیگه رفتیم دکتر رو آزمایش دادیم دادیم دادم و گفتم که جوابش میدی گفتش که مثلا چند روز دیگه گفتم خیلی خوب بعد اینجا وقتی که میدی دکتر دو تا حالت داره مثلا میری دکتر میگی دکتر من گلوم درد میکنه فکر میکنم سرطان دارم مثلا میگم بعد دکتر میگه اوکی بیا تست کنم بعد دکتر میگه تست میکنه بعد دیگه هیچی نمیشنوی اینکه یعنی دکتر تست کرد هیچی نبود خب یا دکتر به زنگ میزنه میگه بیا کارت دارم اگه زنگ بزنه بیا کارت دارم یعنی اینکه یعنی اوکی یعنی خرابه دیگه داستان خرابه بعد بیا توضیح بدم چه مریضی داری سرطان گرفتین حرفا واسه اینجا این خیلی رایجه تو میری چیزی میدیو دیگه هیچ خبری نمیشه میخ... میگن چینی میگن هیچ خبری خبر خوبه نو نیوز گود نیوز بعد اینجا خیلی را... این رایجه بعد دیگه ازم به حضور تو دفعه بعد که خودت میری دکتر یه, س... یه حرفی رو جوش میزنه میگه راستی خواستم فقط بهت بگم که مثلا نتیجه آزمایشت همه چی اوکی بود حالا مثلا دو سال دیگه ببیش دکتر به هر دلیلی ولی دیگه تا موقع نمیگه بهت ولی اگه کارداشو زنگ میزنه خلاصه ما از دادیم اومدیم خونه و سه روز بعد تلفن من زنگ زد سلام دکتر میخواد ببینتت میگم برای چی دکتر میخواد من ببینه میگم نمیتونم راجعه موضوع صحبت کنم میگم ببین من اومده بودم اونجا فقط برای ایدز و هپاتیت و از این چیزا فقط واسه در واقع ایدز اومده بودم تست بدم یعنی الان ایدز دارم من نمیتونم راجعه با تو صحبت بکنم میگم به از اینکه جواب آزمایش مثبت باشه چه دلیلی داره دکتر بخواد منو ببینه من نمیتونم باد صحبت کنم ببین یه هفته ننم عروس شده حالا مثلا دوشنبه زنگ زده کی وقت داده سه شنبه هفته که مادر قبه دوشنبه دیگه زنگ میده چه الان زنگ زدی <applause> فاز بدی وای من راه میرفتم هم میگفتم هر روز من اون دختره دیگه اون کوشه خیابون برگشتی تو بکلی رو ترتیب شده اون معلومه که اید دیگه بعدی خود مثلا نه دیگه اون دختره تو کلاب اون شب خواهر این دیوس کسافت بود نه اون دخ... هر روزم <laughs> هی میگفتم کی ایزه رو من دنبال چیز بودم قاتل خلاص روز هشتم رفتم دکتر رو دکتره نشست جلو ما گفتش که یه خبر بد برات دادم دیگه مخیص عرق درم گفتم چیشه گفت تو تالاسمی داری خواستم با مش بکوبم تو صورت پلیسه میگن دکتره بیشم به کیرم که تالاسمی دارم من اومدم امتحان فاکی اید دارم تالاسمی چی میگه گفت ما یه سری سه تا چیزه هر دو تستی بدی اونا هم تست میکنیم و تالاسمی این دو دو یکی تو هم مثبتی گفتم بابا من اینو نوز... از روز اول زندگی قبل که بفهم بابام بابام میدونستم تالاسمی دارم. دیوونه ای کارتو انجام بده به اون احمق زنگ میزنه بگو آقا اید زد اوکیه ولی یه چیزی دیگه ما با صحبت کنیم تو دهن سرویس کردی دکترم که کیرشتم اوکی <applause> اوکی ولی به جاش میدونی چه اتفاق خوبی افتاده باز تا یه هفته خوشحال خوشحال بودی که چقدر خوب شدی منفی شد بعد از اینکه فهمیدم آره آره بعد از این فرنه اصلا دیگه زندگی عوض شد دیگه, دیگه یهو خیلی دختر کم شد ترسیدم به دختر پسر دست بزنم دیگه اصلا کشیدم کنار سخ رفتنم کم شد نمیدم تو دست دیگه تو پابلیک نمیده انقدر چون من ده... هشت روز عید زاشتم میدونی چی میگم <تصفح> آره <تصفح> <تصفح> روز تو... تو باور کرده بودی داری؟ هیچ د... هی... اصلا من نمیدونستم که همچین داستانی دارم فکر مثلا ما چه میدونم چهار پنج سال زندگی میکنیم با ده تا آدم صحبت کردیم که با صد تا آدم صحبت کردیم که 20 سال زندگی میکنن همه روش دکترها رو راجع به این صحبت ها شده آدم اومده گفته رفتم تست سرطان دادم دکتر گفته بیا بعد هفته بعد که رفت گفت آقا سرطان گرفتیم میدونی همیشه اینا بود یعنی اصلا هیچ همه بچه گفتن گرفتی بعد همه می میگفتن خب دود نمیفهمی چرا چرا سورپرایز شدی حقیقت دیگه اگه توی کش نگیری کی بگیره <laughs> <applause> <applause> بعد سوهی میدونی بعد داستان چیه مثلا طرف چون HPV ممکنه توی مردا علامت ایجاد نکنه توی خانوما خیلی بیشتر احتمال اینکه علامت دار بشه هست مرده میاد ازدواج میکنه با زنش رابطه میذاره زن HPV میگیره این بده یعنی مال اون قایم بوده خانومه چیز آفرین انقدر اینجور مسائل ممکنه به زندگی زناشویی لطمه بزنه چون من اینجوری دیدم که مثلا زنه میخواد از شوهرش جداشه چرا؟ چون شوهر من من فکر میکردم شوهر من چقدر آدم خوب و چقدر آدم سالمیه بعد که با هم دیگه ازدواج کردیم بعد چند وقت یه دفعی من دیدم HPV دارم یعنی یه دفعی دیدم زگیل زدم علت چی بوده؟ علت مرده بوده خیلی جالب. بعد به نظر تو آدم چون میدونی HPV چیزیه که کاندوم هم که جلوش رو نمیگیره بعد تو هم نمیتونی اعتماد کنی سویل چون مثلا تو هرچی هم بگی آقا من به این دختره اعتماد دارم نمیدونی نمیدونی شاید دخترم نمیدونی. ندونه میدونی چی میگن؟ دختر آفرین دقیقا همین که تو میگی سرطان داشته باشه ندونه بعد مثلا نمیدونم به نظر من که باید آدم چه میدونم بگی سکس نکنه خب نمیشه تو جوونی بکنی چون آدم های جوون شانسشون گرفته باشن کمتره نه یا نه اصلا شاید چون سیستم ایمنیشون قوی تر باشه احتمال اینکه آدم های جوون بگیرن کمتر باشه چون مثلا کمترم سیکس سکس دارن رو حساب کردم ولی خب اتفاقا آدمای جوون که بیشتر سکس دارن اوج به نظر من سکس آدم نه ولی شروعشه دیگه یا مثلا شروع مثلا یارو تو 18 سالگی مثلا 3 تا نفر سکس داشته تو 20 سالگی 10 نفر سکس داشته تو 40 سالگی 80 نفر سکس داشته خب تو تو 80 نفر یکی گرفته باشی شانسش بیشتره تا مثلا 10 نفر آره ام. ولی من توی جوونا بیشتر زگیلو دیدم آها من خودم وقتی جوون بودم یه جوری گفتم امیدوارم نگیرم چون خیلی دوست داشتم دختر بازی و کسافت گفتم اگه گرفتن بیل میکنم باش دیگه من, من تصمیمم اینجوری گرفتم گفتم که شانسش میگن کمه از اون خیلی حال میده واسه این ریواردش خیلی بالاست واسه این من اینو قبول میکنم این این رو اگه گرفتم قبول حالا شانس رو نگرفتم نه میدونی زگیل واقعا زندگی یه رو خیلی محدود میکنه سویل خیلی بد من آدمایی که زگیل داشتن خب با واسطه کارم دیدم یعنی کسیه که وقتی زگیل میزنه کل زندگیش مختل میشه به خاطر اون زگیل کل زندگیش مختل میشه چون فرض کن یه دفعی مثلا روی آلتش دو تا زگیل لر میاد بعد این زگیل هم واضحه یعنی طرف میخواد دیگه طرف اصلا اعتماد به نفسش رو از دست میده زندگیش مختل میشه دیگه کلا درگیر این مسئله میشه بعد درمانی هم نداره بعد اینو راحت منتقل میکنه یعنی طرف مثلا آقا چه میدونم تو تاریکی سکس میکنه که زگیلش دیده نشه چون نمیتونه که جلوی خودش رو بگیره یه سوال الان مثلا میگم من الان فرض کن این اچ رو دارم بعد به خانومم هم, هم میگم که آقا من روز, روز اول که میبینمش میگم من داستان نمینه ولی همیار خیلی دوست داری میگه اوکی من حاضرم این مرضی رو بگیرم بعد اگه اون حاضر باشه منم هم بشه باشم هم ضرر دیگه ای داره یا این میتونه بعدا مثلا تبدیل به سرطان چیزای اینجوری پشت سرش داره میگم جوری که من تحقیق کردم و دیدم و خوندم اون گونه هایی که باعث ایجاد زگیل میشن خب سرطانزا نمیشن یعنی بدخیم نمیشن متوجه ای برای همین کسی که زگیل داره احتمالی که این زگیلش تبدیل به بدخیمی بشه خصوصا توی خانوما چون توی آقایون که احتمال بدخیمی خیلی کم وجود داره بیشتر توی خانوما مطرحه چرا چون سرطان دهانه رحم میده بیشتر تو خانوما مطرحه توی آقایون اونقدی مطرح نیست که زگیل تناسلی بخواد باعث ایجاد سرطان بشه مگه دیگه یکی که سیستم یه آقایی که سیستم ایمنیش خیلی ضعیف باشه که این زگیل دیگه حمله کنه به بدنش وگرنه توی خانوما بیشتر مطرحه پس بذار اینجوری بپرسم من الان یه دختره رو دیدم دختره میگه آقا من دارم زگیلی هم هست یعنی سرطان ندارم واسه زگیل زدم میکشی پایین زگیل رو میبینی؟ ولی دیگه یارو دوست داری خب اولین چیز اینکه که زیگیل رو دیگه نباید بخوری درست میگم چون نمیخوای دهنت زیگیل بزنه خب آره بعد دوم میکنی دودول زیگیل میزنه بعد حالا تو دودول زیگیلی خانمتن فلان زی... زیگیلیه شما دوتا میتونید با هم دیگه بمونین که آره کار بکنه درد داره میخواره زیگیل چ... هیچی نداره آره چرا چرا زگیل ممکنه علامت دار بشه ممکنه هم از بدون علامت باشه ممکنه هم از علامت دار باشه خارش بده ترشوه بده ارزم به حضورت که همین دوتا و اینه اونقدی دردی نداره خارش یا ترشوه آه، ترشوه خیلی فکر کنم فوله ولی قیافش خیلی بده تو زگیل ندیدی زگیل ظاهرش خیلی بده صحیح. من یه دونه زگیل اصلا... کف پام زده بود بعد اینجوری رو شستم گنده شده و زده بود بیرون می... یه جوری مثل مثلا قیافه هالک بود اونه؟ آره بعد فرض کن مثل همون رو نایه تناسلیت باشه یا رو آلتت باشه آه. بعد با نیتروژن سوزونن. دو دو, رو نمیشه با نیتروژن سوزون؟ چرا کرایو میکنن همینجوری میسوزوننش؟ ولی نمیره دیگه میره فقط میخوابه اون تو آره فکر میکنم که بازم بمونه اونجا یعنی اینجوری نیست تا جایی که من میدونم زگیل قابل درمان نیست تو فقط میتونی زایاتش رو خوب کنی وگرنه خود اون ویروس نهفته هست اونجا من یکی از آشناهامون همین مشکل داشت میرفت خب این نامردیه مثلا اینکه من دارم میگم نامردیه سر چی سر اینکه ما یکی از آشناهامون اینجوری بود میرفت داروخونه داروخونه بهش یه پماد داده بود این پمادو که میکشید رو زایات، زایاتش کمتر میشد پمادو که نمیکشید زایاتش دوباره رشد میکرد خب بعد این پماد رو میکشید زایاتش کم میشد میرفت سکس میکرد متوجه خب این اوج نامردیه به نظر من اوج نامردیه پس تکنیکلی اون میتونست به یه خانوم سرطان بده دیگه چون اون وقتی وارد بدن خانوم بشه ما نمیدونیم قرار خانم خانوم سرطانی بشه یا نه آره ممکنه که باعث بشه اون خانم سرطان بگیره اصلا میگم دیگه الان شایع ترین سرطان های تو ایران سرطان پستان سرطان دهانه رحم سرطان پروستات سرطان روده بزرگ سرطان کلون سرطان دهانه رحم خیلی زیاد شده تو ایران واو خیلی جالب نمیدونستم چقدر جالب موضوع آره میدونی اصلا یه چیزیه که اچ داره مرزا رو در مینورده خیلی زیاد شده سهیل خیلی زیگیل کف چقدر نزدیک به اچ تو همون خانواده است نمیدونم. نمیدونم ممکنه توی خانواده باشن خب ولی اصلا ممکنه یک ویروس مثلا زگیل کف پا بزنی ولی خب اصلا قابل انتقال نیستش اصلا هیچ مشکلی به وجود نمیاره متوجهی و دقیق نمیدونم که بخوام بهت بگم آیا این ویروسه میگم اگه کسی از بچه ها میدونه تو کامنت ها بگه ولی من دقیق نمیدونم من بیشتر میدونی اون آسیب شناسیه رو کار دارم که آقا تویی که زگیل داری یکم حواستو جمع کن و میدونی تقصیر اونم نیست خیلی خوبه که آقا یه کامیونیتی باشه سوهیل که کسی که زگیل داره کسی که, دی... یه نفر دیگر رو که زگیل داره پیدا کنه خیلی ولی خواهیه میخواد بری تو این ساین اپ کنی یعنی میفهمی؟ چون مثلا من آریده هم میبینم کسی آدم های مریض میان ساین اپ میکنن که فقط ببینن کی زگیل داره نه دیگه تو مدرک میگیری تو میگم تو یک مثلا گواهینامه پر میکنی مثلا مدارک مریضی تو آپلود میکنی حالا آقا این زگیله زگیل تهش میگی که احتمال اینکه سرطانی بشه کمه نمیدونم بیشتر ظاهرش مهمه ولی خب هپاتیت اچ آی وی این همه مریضی داریم حالا اچ آی وی هم بیشتر از سرنگ مشترکه ولی هپاتیت یا مریضی که از روی جنسی منتقل بشه خلاصه خیلی داریم ما خیلی مریضی داریم و بدترینش اچ پی چرا چون کاندوم نمیتونه جلوشو بگیره یعنی تو میدونی نظر من اینه تو باید خودتو شل کنی ول کنی به HPV فکر نکنی چون احتمال خیلی زیاد تو طول طول زندگیت حتما یه بار HPV خواهی گرفت حالا یا این HPV توی تو خودش رو نشون میده یا این بدن HPV HPV بدن آفرین بدن تو میکشتش چون احتمال خیلی زیاد تو اچ رو خواهی گرفت و در خصوص واکسن واکسن های اچ رو اطلاعی داری ازش سوال اصلا نگاه کن ما چند مدل واکسن داریم خب مثلا واکسن سه ظرفیتی واکسن چهار ظرفیتی واکسن دو ظرفیتی مثلا آقا میگن نمیدونم دقیقا فکر میکنم گونه HPV تایپ 13 و 18 باشه که سرطانزا و کارسینوژن باشه خب تو اگه بیایی مثلا واکسن دو ظرفیتی میاد فقط همین دوتا رو پوشش میده آها. مثلا گارداسیل دو تو این گارداسیل دو رو میزنی بعد حالا آمپولاش یا مثلا دو باره یا سه باره مثلا آقا یکی الان میزنی سه بار میزنی یکی الان یکی یه ماه دیگه یکی یه ماه دیگه سه بار رو میزنی بدنت مقاوم میشه ولی بازم احتمال داره زگی رو بزن بگیری چرا آه آه نه دیگه چون تو داری جلوی سیزده و هیجده که سرطان زا هستن و زگیل تو... نمیدن خودتو مقاوم میکنی چون تو هنوز سیزده و, سیزده و هم امکان داره بگیری دیگه بعد از واکسن 100 درصد که نیست نه دیگه وقتی واکسن زدی بدنت مقاوم شده 100 درصد مقاوم شده؟ آره مثل واکسن فلج اطفال مثل واکسن های دیگه متوجه مثل واکسن کووید نیست که تو بگی آقا بازم ممکنه بگیری فهمیدم. میدن. ولی 13 و 18 اون گونههایین هستند که آقا تو سرطان میدن ولی زگیل نمیدن ولی آره زگیل نمیدن سرطان میدن زگیل نمیدن ولی مثلا گونه 23 گونه ایه که سرطان نمیده ولی زگیل میده یعنی تو میای واکسن دو ظرفیتی رو میزنی میبینی نمیدن. یه سال بعدش تو آره میبینی یه سال بعدش دوباره زگیل رو گرفتی متوجه بحث بیشتر سر اون سرطان است یعنی بیشتر از اینکه توی دنیا یا سازمان جهانی بهداشت بخواد واکسن اچ رو برای جلوگیری از زگیل بده بیشتر داره برای جلوگیری از سرطان های ناشی از اچ میده حالا یه سوال دارم آقا این داستان اید میگن حالا من دیگه نمیدونم واقعا مثلا حالا جوک بود یا نه میگن که از میمون اومده و میگن مثلا یه نفر با میمون رابطه داشته اومده من اینو شخصا باور کنم اینو خواستم تو شنیدی چی وای اون چه دیوسی بوده رفته میمون کرده جدی خروس من شنیدم یکی از رفیقام میگفت که یکی از رفیقام یه بار خروس کرده حالا خروس یا مرغ دیگه همه همه چی میشه حداقل یه بار کرد میدونی بعدش یارو بره دیگه نمیدونم ولی یه بار میشه اینا مریضیه سویلا واقعا اینا مریضی جنسیه که تو بری میمون بکنی آخه حالا شنیده بود اینو که می ایز از اون اومده بود یا نه نه نشیدم دو دا <applause> من <تصفيق> البته چرا فکر میکنم شنیدم چرا فکر میکنم اینو شنیدم من خیلی دوستم دارم این واقعیت یا نه چون بگم مگه میشه یکی رفت گفتم اون چقدر باید گوه شانس باشه که بری یه میمون رو گیر بگی خواهی اکون بکنی میمون باشه که بری نبه تو یعنی گفتم عجب واقعا مورفیزلا همینه دیگه میگه هر چیزی میتونه اتفاق بیفته آره کسی هم که میمون بکنه داداش حق شهر اتفاقی براش بیفته <تصفح> <تصفح> اون آره ولی بقیه آدم بنده خدا به قول تو نمیدونستن یا میدونستن میرفتن یه زمانی این چیزی دادم که میگفتم مثلا با سوزنه که به ویروس ایدز خورده بوده میزدن به مردم ایدز بگیرن کسی که خوش اید داشتن اما هم موازه باشیم میریم بیرون نزدیک نزدیک کسی بشه تو ایران یادمه آره میگم اصلا بعضی ها مریض اندازش دوست دارن مریضیشون رو انتقال بدن من این هم شنیدم خب شاید به خاطر اینه که نمیدونم به خاطر اینه که شاید یه حس تنفری توش ایجاد میشه چرا چون میبینه جامعه اینقدر داره بهش بد نگاه میکنه شاید ها. آره می مثلا میگه که چون جامعه داره به من انقدر بد نگاه میکنه در حال که یه مریضیه که من گرفتم و من اصلا چه میدونستم آقا سوئیل این همه رابطه داشته ایدز نگرفته من یه دونه گرفتم از سویل خیلی پاکیزه تر و پاک <applause> هستم یه دونه سکس کردم اومدم اچایوی گرفتم الان همه فکر میکنن که مثلا من ایدزی اوره مثالش خودش دیگه من شو آدم مثلا هوس بازی که اچ آی گرفتم <applause> متوجه می تازمون هم پشترش است اون دراست میگی. آره دیگه یک یه دید بدی داره جامعه یعنی تو مثلا آقا یکی که بیاد به خانواده بگه ایدز گرفتم خانواده اولین فکری که میکنن میگم او این با چند نفر خوابیده که یه نفر از تو اینا ایدز داره اومده منم اول فکر فکرام دقیقا نمیده. آره دقیقا همین در بعد این ممکنه یه تنفری توی فرد ایجاد کنه که بگه بابا نگاه کن ما این مریضی گرفتیم دست خودمونم نبوده این همه مریضی حالا ایدزش قسمت ما شده برای همین طرف یک عقده بخواد تو شکل بگیره که این جامعه این عقده رو بهش تحمیل میکنه و این به خاطر این میره بقیه رو مثلا مریض میکنه مثل چی مثل همون آدمی که HPV داره و میره بقیه رو مریض میکنه میاد زایاتش رو با پمادی مثلا این فروکش میکنه به وسیله ای این پماد بعد میره رابطه میذاره با بقیه بعد اون دختره HPV پی میگیره اون دختره با یکی دیگه رابطه میذاره پسره اچ پی میگیره پسر هم مثل توه با 100 نفر رابطه میذاره 100 نفر اچ پی میگیرن متوجه چی میگم راست میگی نه راست میگی اصلا تو نمیتونی بفهمی چی شده که هر چیزی میتونه شده باشه ولی آدما ها... به بهشون فشار علکی زیاد میاد اصلا میدونی میگم من آقا باید یک یک چون الان اچ خب خیلی چی میگن دغدغه خیلی از جوانای الانه نظر منو اگه میخوان یک جوونه 20 ساله 21 ساله 25 ساله دنبال واکسن نگرد از همه مهمتر چرا؟ چون واکسن HPV خیلی خیلی کمه بذار این واکسن برسه به کسی که لایق تر از توه چرا چون آقا خود سازمان جهانی بهداشت گفته بین 9 تا 15 سال اونم بیشتر خانوم ها تا آقایون چرا چون بحث سرطان دهانه رحمه تو میری واکسن رو میزنی که زگیل نگیری به این قیم به این قیمت که یکی دیگه سرطان دهانه رحم بگیره و تویی که 21 سالته 25 سالته 30 سالته خانم عزیز آقای عزیز تو به احتمال خیلی زیاد تا الان توی زندگیت HPV رو گرفتی فقط بدنت اینو دفع کرده و هیچ علامتی نشون نداده و احتمالش خیلی پایینه که تو دوباره بخوای HPV بگیری چرا؟ چون توی بدن تو آنتیبادی ایجاد شده برای همین دنبال واکسن نباش حرف حق حرف حق نه درست میگی خیلی جالب بود فهمیدم چون حتی اول داستان که تو دا گفتی واکسن گفتم ای واکسن شاید خود آدم بره بزنه همین تو تو مغزم اینجوری بود که خب چه خب مثلا نمیدونستم کاش میدونستم میزدم بچه بودم اینا بلکه تو توضیح گفتم خب چه خوب شد نمیدونستم اصلا نزدم و میزدم هم هیچ سودی برام نداشت چون من میزدم که زیگیل نگیرم زیگیل هم میگیری اگر قرار باشه آره ولی مثلا من به توصیه میکنم که آقا بچه های تو به ده سالگی به سالگی که رسیدن بهشون واکسن رو بزنی حالا واکسنش هم خیلی کمه تو ایران که خیلی سخت پیدا میشه خیلی سخت پیدا میشه تو ایران نه اینجا مطمئن پیدا میشه با یه تلفن آره حالا تو مثلا شاید بتونی با آشنا و پیدا کنی ولی در کل تو کل دنیا واکسن HPV خیلی واکسن کمیابیه چه جالب چه جالب نمیدونستم آره واکسنش خیلی واکسن کمیابیه دمت تو تو ایران بخوای بخری خب معمولا باید سه تا دوزش رو با هم بخری چرا چون ممکنه تو دوز اولو بخری دوز دوم پیدا نشه باید سه تا دوزش رو با هم دیگه بخری مثلا تو یخچال نگه داری حالا یا میگن آقا مثلا با این پروتکل باید بزنی تو ناصر خسرو میفوختن همه دارو نه من راستش رو بخوای مثلا خواهرم زد از داروخونه گرفتیم ولی گشتیم که گرفتیم تو تهران یادم همه هر چی میشه مثلا ناصر خسرو هر هم میرفتی بود خب میدونی اینا خیلی چرخه دماییش مهم حفظ شه <applause> زوی. اینا باید توی یخچال باشه کسی که میره از تو ناصر رو میگیره اصلا نمیدونه که این دارو این واکسن درست شده همه یخچالی هیچ واکسن غیر یخچالی نداریم این واکسن آیا چرخه دماییش حفظ شده یا نه برای همین از ناصر رو خریدن خب خیلی به نظر من یکی از بزرگترین اشتباهاتیه و از من چه مغازه چهارراه میدون چیه نمیدونم والا ولی فکر میکنم که خیابون باشه مثلا سر هر کوچش یکی وایستاده مثل نهیدی مثلا تو ایران یه زمانی از کنار رد میشدن میزدن بشوند شوند میگفتن سیدی سی من خودم سیدی میفرخدم دیگه من خودم اونا بودم <applause> مثلا مثلا مشهد یه خیابون داره دادش اسم خیابون سعدیه پر سوپرمارکت و پر ببخشید فروشگاه کتاب و لوازم جانبی موبایل و اینا از کنارت همیشه خدا یکی رد میشه یه تنه میزنه میگه سی دی سی دی سوپر هندی خارجی سوپر سوپر همیشه اینجور آدم ها هستن خب حالا ناصر خسرو هم فکر میکنم اینجوری باشه دفعه یکی از کنار رد میشه یک مثلا یه شونه ای میزنه ریتالین شیشه نمیدونم فلان فلان بد میدن دیگه دارو ها رو برای عکس کسی از ناس خود رد شد یه فیلم واسه من بگه تو اینستاگرام بفرست من یه عالی بکنم من تا اونجا او حتما بذارش ریلزش کن ما هم ببینیم آره چه عالی میده آره ریلز رو دیدی روزی دو تا میذاریم چه داره جواب میده آره خیلی واقعا اصلا من پشمام ریخته خب به نظر من الان توی این شرایط یکی از بزرگترین بحانه که یه آدم میتونه بیاره اینه که من بیکارم چجوری کار پیدا کنم چون به خدا الان فضای مجازی بی نهایت از یه آدم حمایت میکنه یعنی تو بردار آقا یک ایدهی ای تو خلاصه توی یه چیزی هنر داری دیگه وای یه, یه نفر جدید معروف شده پشمات میریزه شیشه ها رو جه. شیشه رو برمی داره. توش تو یه چیزی میریزه مثلا تیله آدامس مایه ظرفشویی هر چی خب یا شیشه خیارشو اینا بعد از بالای پله که تمام مرمره اینو هول میده پایین دوربین می هم باش میره پایین بعد تق دیدن. تق تق, تق میخوره می ببین توی مثلا چه میدونم دو هفته ده میلیون فالوور گرفته یارو بعد نمیدونم 80 هزار دلار یا 300 30 هزار دلار درآورده تو یه ماه اصلا نمیدونید چه یا رو افتاده فقط همین یاد ولی خب این دیگه خیلی خواسته دیگه چیزی که مثلا نوجوبه الان اون من دارم میگم من نمیگم کسی بره اینو کام اپ کنه ولی میگم کپی بکن با بابا هم تو ایران خوراکش دیگه برو خیاشو بگی هولد آره اصلا واقعا خیلی راحت میارتت بالا آدمو کار زیاده ولی خب خیلی ممنون واقعا محتوای خوبی بود دمت عالی بود مرسی از اینکه وقت گذاشتید دکتر میدونم شب بود دیگه دید وقت گیر دوردم ببخشید من صبح خواب مونده بودم آی لوف یو برابکس دو طرف دوستتون دارم چاکس منم خیلی مخلصم خیلی ممنون از اینکه با ما بودیم و خیلی ممنون از تو سویل عزیز تا دیدار دیگر بدرود